آفریقا زادگاه بسیاری از ورزشکاران بزرگ جهان بوده و آنگولا نیز در این زمینه سهم بسزایی داشته است. بسکتبالیست‌های این کشور نه تنها در آفریقا موفق بودند، بلکه به باشگاه‌های اروپا و آمریکا هم راه یافتند. بسکتبال در آنگولا هواداران زیادی دارد. این ورزش در دل و جان آنگولایی ها نفوذ کرده و جوانان پایتخت عاشق آن هستند. اهالی سراسر این کشور هم تماشاچی پراپا قرص بسکتبالند. هر وقت تیم ملی مسابقه دارد انگار کل کشور تعطیل می شود و همه مردم پای تلویزیون بازی تیم ملی را تماشا می کنند. مهارت های بازیکنان ما در سطح بازیکنان اروپا و آمریکا است. تیم ملی آنگولا قریب 3 دهه سلطان بسکتبال آفریقا بوده و از سال 1989 تا کنون از 15 جام بسکتبال این قاره 11 جام را به خانه آورده است. شهرآورد‌های بسکتبال نیز همیشه تماشاگران را به هیجان می‌آورد. این یکی شهرآورد سوپر جام است که بین دو تیم پایتخت نشین پترو و پریما ریو دو آگوستا برگزار شد و البته در شرایط قرنطینه پس از همه‌گیری. تماشای بازی این دو تیم بسیار جذاب است. خیلی شبیه تماشای فوتبال رئال مادرید و بارسلونا است. یا انگار که دارید مسابقه بسکتبال سلتیکس و لیکرز را تماشا می کنید. تقریبا همان حال و هوا را دارد. موفقیت آنگولا در بسکتبال مرهون مهارت‌های فردی، تعهد و غیرت و نیز شماری بازیکن و مربی نامدار قدیمی و جدید است. این کشور بارها به مسابقات المپیک و جام جهانی بسکتبال راه یافته. برونو فرناندو یکی از ستارگان ملی امروز آنگولا است. او که به شاهین‌های آتلانتا پیوسته نخستین آنگولایی است که توانسته به NBA لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا راه پیدا کند. احساس فوق‌العاده و قطعاً رضایت بخشی دارم. افتخاری است که به عنوان نماینده کشورم اینجا باشم. قبلا هم گفتم که امیدوارم حضور من مسیر خیلی از بچه‌های دیگر را که آرزو دارند در NBA بازی کنند هموار کنند و ببینند که این کار شدنی است. دیکمبه موتومبو دیگر بازیکن آفریقایی شاهین هاست که از کنگو می آید. نام او در سال 2015 در تالار نام‌آوران NBA ثبت شد. او را به نام سفیر بسکتبال آفریقا می‌شناسند. از بچگی می‌دیدم که آنگولا سلطان بسکتبال آفریقا بوده و آنها امروز هم سلطان بسکتبال این قاره هستند. فکر میکنم خیلی از این اعتبار به سابقه آنگولایی ها در بسکتبال و مربیان و بازیکنان بزرگ و الهام بخش آنها برمیگردد. مسئله اصلی هدایت استعدادهای فرداست. لیگ بسکتبال آفریقا که به تازگی و با حمایت NBA و فدراسیون جهانی بسکتبال راه اندازی شده از بازیکنان جوان آنگولایی پشتیبانی میکند. این لیگ برای آنگولا اتفاق بزرگی است. اینجا جایی می شود که مسئولان استعدادیابی و مربیان NBA برای کشف بازیکنان مستعد به آن می آیند تا بهترین های این قاره را ببینند. همزمان که این بازیکنان جوان مشغول تمرینند، تیم ملی آنگولا هم خود را برای مسابقات مقدماتی المپیک در لیتوانی آماده می کند. آنها مصمماً ورودشان را به مسابقات المپیک توکیو قطعی کنند.